سلام خدمت شما بینندگان برنامه ببخشید تکرار کنید. سلام، به برنامه ما خوش اومدید. ناصر، برنامه شروع شده، ول کنم کاغذ رو. استاد یک لحظه الان تموم میشه. خب ببین همینه دیگه، دیر میای اینجوری میشه. آخه استاد سناریو دیر دستم رسید، تقصیر من چیه؟ ببخشید تکرار کنید. بله استاد، میدونم، درسته، نباید اشکال دیگران توی برنامه بگم، اما بالاخره من که مقصر نیستم، سناریو دیر دستم رسید دیگه. ناصر ببخشید تکرار کنید. آها حالا فهمیدم، واژه سناریو فارسی نیست. بالاخره دوریالیت افتاد که سناریو فارسی نیست. حالا حداقل بگو که جای اون چی باید میگفتی؟ خب باید میگفتم تر یا واژه برنامه رو استفاده میکرد. احسن، کاملا درسته. میدونی تازگی ها واژه سناریو داره جای چند تا واژه دیگر رو میگیره و واژه های فارسی خودمون از دور استفاده خارج میکنه. استاد مگه یه واژه میتونه جای چند تا واژه رو بگیره؟ بله چرا نتونه؟ اگه ما که فارسی صحبت میکنیم حواسمون نباشه، یه واژه جدید وارد زبونمون میشه و واژه های خودمون رو کنار میزنه. ببینم، شنیدی برخی میگن سناریویی واسه این کار داری؟ چرا استاد، شنیدم. خب اینجا سناریو جای چه واژه‌ای رو گرفته؟ به نظرم جای طرح رو گرفته، یعنی باید میگفت چه طرحی برای این کار داری؟ خب یا این جمله رو ببین، سناریوی دشمنان نقش بر آب شد. اینجا سناریو چه واژه‌ای رو از دور خارج کرده؟ استاد در واقع جایی که دسیسه یا نقشه رو گرفته. استاد یه چیزی هم به ذهن من اومد، بگم؟ بگو. گاهی هم برای فیلم هم میگن سناریو، در صورتی که خب واژه فیلمنامه وجود داره. کاملا درست. میبینی ناصر، همینایی که گفتیم تا الان 3-4 تا شد، در صورتی که میتونیم از واژه‌های خودمون جای اون استفاده کنیم. استاد توی این فاصله داشتم به نکاتی که گفتین فکر میکردم، دیدم حق با شماست، ما باید مانیتور کنیم که کلمات بیگانه وارد زبونمون نشن. از دست تو ناصر، بازم باید بگم ببخشید تکرار کنید. استاد حرف شما رو تایید کردم، گفتم باید مانیتور کنیم کلمات اضافه وارد زبونمون نشن. باید چیکار کنیم؟ استاد باید بله استاد باید مراقب باشیم که کلمات بیگانه وارد زبونمون نشن. خوب شد وسط جمله درستش کردی. استاد ببخشید حواسم نبوده. بگذاریم، همینی که گفتی درست بود، به جای مانیتور کردن باید بگیم مراقب بودن یا پاییدن. استاد پس به مانیتور کامپیوتر چی میگیم؟ به مانیتور کامپیوتر هم میگیم نمایشگر. استاد یکی از بینندگانمون برامون نوشته در برخی جملات نمیتوانم تشخیص دهم که واژه‌هایی مثل آرام، تند، خوب، درست، رسا، نرم، سخت، روشن، صفتند یا قید. لطفاً توضیح دهید. خب باشه توضیح میدیم. ناصر این تصویر رو نگاه کن. ببین به این میگیم دریای آرام. اینجا آرام صفته، دریا هم موصوفشه. واژه آرام وضعیت دریا رو توضیح داده. حالا این یکی رو نگاه کن. خب به این میگیم چی؟ به این میگیم دریای طوفانی. خب از اونجایی که واژه طوفانی وضعیت دریا رو شرح داده پس صفته. بله ناصر، به این نوع صفت ها هم میگیم صفت بیانی. استاد مگه چند نوع صفت داریم؟ صفت ها انواع مختلفی دارن، صفت اشارهی، صفت پرسشی، صفت تعجبی، صفت شمارشی، صفت عالی، خلاصه صفت ها زیادن ناصر. فقط
استاد به نظرم همون کلماتی که سوال شده رو توضیح بدیم کافیه دیگه، چون این انواع صفت ها چجوری یاد بگیریم؟ نترس ناصر، نترس، خیلی ساده است. خب استاد با توضیحاتی که دادین معلوم شد که آرام صفته. نه، بقیه کلمات هم میتونن به عنوان صفت به کار برن و هم به عنوان قید. این تصویر رو نگاه کن. ناصر آرام غذا میخورد. توی این جمله واژه آرام چگونگی کار ناصر رو نشون میده. خب پس بنابراین قید محسوب میشه. خب استاد بالاخره چطوری تشخیص بدیم که یک کلمه صفت یا قیده؟ خیلی ساده است. صفت اسم رو توصیف میکنه، اما قید فعل رو توصیف میکنه. بذار یه مثال دیگه بزنم تا بیشتر روشن بشه. این تصویرم نگاه کن. خب او خوب بازی میکند. استاد ولی بازیش مثل خودم ها. باشه قبوله، ولی ناصر نمیاد دیگه فوتبال تماشا کنی. بگو تو این جمله خوب صفت بود یا قید؟ خب استاد اگه اشتباه نکنم تو این جمله کلمه خوب باید قید باشه، چون در واقع چگونگی بازی کردن اون رو وصف میکرده. بله ناصر، توی اینجا خوب قیده. حالا این یکی تصویرم نگاه کن. ناصر پسر خوبی است. خوب توی این جمله صفتی که داره ناصر رو توصیف میکنه. استاد ما رو شرمنده کردین دیگه.